جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده میداند که پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری چه روی خواهد داد آقای بایدن پیشتر هشت سال معاون رئیس جمهوری بود و در ژانویه 2013 و ژانویه 2017 به عنوان رئیس اجلاس مشترک کنگره در این مراسم شرکت کرده است در روز ششم ژانویه گواهی‌های مهر شده حاوی آرای پنجاه ایالت به ترتیب به حروف علف با خوانده میشوند و هر اعتراضیه باید حداقل به امضای یک سناتور و یک عضو مجلس نمایندگان رسیده باشد پرسیدیم آیا اعتراضی کتبی و توسط یک نماینده مجلس نمایندگان و یک سناتور امضا شده است؟ پاسخ دادن بله، اعتراضی مکتوب است، اما تنها توسط یک نماینده مجلس امضا شده است. بنابراین اعتراض وارد نیست و اجلاس مشترک کنگره به آن رسیدگی نمی کالج الکترال جو بایدن را پیروز انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کرده و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا اداره نشست مشترک کنگره برای شمارش آراء این کالج را بر عهده خواهد داشت. حداقل دو نفر مو بروکس نماینده جمهوری آلاباما در مجلس نمایندگان و جاش هالی سناتور جمهوری ایالت میزوری گفتند که قصد دارند اعتراض خود را در جریان شمارش آرا در نشست کنگره ارائه کنند. هوشمند رئیس صدای آمریکا